بورس نیویورک سهام سقول مخابراتی چین را در پی انتقاد وزیر دارایی آمریکا از تغییر تصمیم حذف آنها بار دیگر حذف کرد حذف این سه شرکت از 11 ژانویه اجرایی می شود و سومین بار در طول یک هفته خواهد بود که بورس نیویورک تصمیم خود درباره سهام این شرکت ها را عوض می کند. مسئولان بورس نیویورک به این علت است که از شرکت های مشمول فرمان مدیریتی رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر منع سرمایهگذاری آمریکایی در کسب و کارهای مرتبط با نیروهای مسلح چین فهرست دقیقی در دست نیست سخنگوی وزارت خارجی چین در پکن عمومیت بخشیدن به موضوع امنیت ملی توسط سیاست مداران امریکایی را سوء استفاده از قدرت برای تحت فشار قرار دادن شرکت های چینی تعبیر کرد و گفت دولت چین با سیاسی کردن امور اقتصادی و بازرگانی مخالف است. چشمانداز خارج شدن شرکت های عمده مخابراتی چین از بورس نیویورک ارزش سهام این شرکتها را در بورس هنگ کنگ پایین آورد و به نزولی شدن شاخص بورس هنگ کنگ انجامید This is bad. Government policy. این کارشناس در نیویورک نگرانی های امنیتی درباره شرکت های مخابراتی چین را وارد می داند. اما می گوید حذف سهامان ها از بورس سیاست نادرستی است که ضعیف اجرا شد و مثال می آورد از شرکت گلدمن ساکس که 20 درصد سهام بین این شرکت ها را در اختیار دارد و از سه بار مجبور شد این سهام را بفروشد و باز خریداری کند. او میگوید علیرغم رقابت با چین و مخالفت با نقض حقوق بشر در آن کشور آمریکا به عمل با چین نیاز دارد